کمتر از دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کارشناسان اقتصادی میگویند عدم اطمینان از نتیجه این انتخابات ممکن است به اقتصاد آمریکا لطمه بزند به نظر می رسد میزان استخدام کمتر از ماهای قبل شده و دستمزدها هم بهتر نشدند تحلیلگران میگویند صاحبان مشاغل تا زمانی که چشمانداز روشنی از جهتگیری اقتصاد کشور نداشته باشند تمایلی به استخدام ندارند میل آرسگا خبرنگار صدای آمریکا گزارش میدهد ثبات لازمه تجارت است. نظرسنجی جدید انجمن ملی کارشناسان اقتصاد تجاری نشان می دهد که برای شرکتها موسم انتخابات ریاست جمهوری و عدم اطمینان از آینده شرایط دشواری است. به گفته لوان هنری سخنگوی انجمن، شرکت ها میخوان بدونن که در آینده چی میشه سال دیگه چقدر بعد مالیات بدم مقررات در سال آینده چطوریه وقتی هنوز کاندیدایی انتخاب نشده و سیاستی رو به اجرا نذاشته همه بلا تکلیفن تحلیلگران هم قبول دارند که در سال انتخابات کسب و کارها احتیاط بیشتری به خرج میدهند مارک همریک تحلیلگر ارشد بانک ریت باور کردنش سخته که کارفرما باشی و به قدر کافی برای کالا یا خدمات تقاضا داشته باشی ولی فقط به خاطر اینکه انتخابات در راهه کارگر یا مواد اولیه برای تامین نیاز بازار تهیه نکنی کمیته بودجه مسئولانه فدرال در پاسخ به اینکه کدام یک از تو کاندیدای عمده انتخابات را مسئولیت پذیرتر میداند گفت نه دانالد ترامپ و نه هیلری کلینتون ختمشی برای پرداختن به مهمترین مسائل اقتصادی اعلام نکردند مایا مگنس رئیس این کمیته میگوید هیچ یک از این دو کاندیدا به مسئله بدهی ها یا نابرابری درآمدها نپرداخته است مشکل ما دقیقا همینجاست چون هیچ کاندیدایی در زمینه سیاست مالی نمره نزدیک به الف نگرفته که هیچ به زحمت ممکنه نمره قبولی بگیرن بعضی از کسب و کارها برای هر اقدامی ممکن است تا نوامبر صبر کنند ولی شرون میلر از بنک آف امریکا میگوید جنسیت در تصمیم گیری نقش دارد همه بالا ولی در مورد بعضی از مسائلی که در زمان انتخابات مطرح میشه مثل حداقل دستمزدها ها متوجه شدیم که زنان صاحب کار خیلی بیشتر از مردها با افزایش دستمزد موافق بودند و فکر میکردند که اثر مثبتی روی اقتصاد داره. در ماه اوت 155 هزار شغل جدید در بازار کار آمریکا ایجاد شد که البته در مقایسه با ماه های جوان و جویه با 270 هزار شغل چندان رضایت بخش نبود.